قرار است اداره کار امور اجتماعی شهدا و معلولین هرات در سال آینده 5000 کودک کار را زیر پوشش قرار دهد. مسئولان این اداره گفتند که می‌خواهند ریشه‌ای به این چالش رسیدگی کنند. برآورد می‌شود در این ولایت بیش از 7000 کودک کار که به کودکان خیابانی هم ناماشنا هستند بوده باش دارند. بیشتر این کودکان از خانواده‌های بیجا شدگان داخلی و روستاهای نزدیک به شهرند. گزارشی از آصف جاهد در این باره ببینید. سال هاست هرات با پدیده‌ای به نام کودک کار که خیابانی هم خوانده می‌شوند دست به گریبان است. آنگونه که دیده می‌شود این کودکان به جای درس خواندن و مکتب رفتن به دوره‌گردی، گدایی و حتی دزدی مشغولند. بارها مسئولان دولتی وعده دادند تا با برنامه‌ریزی این کودکان را پشتیبانی کنند، ولی هیچگاه این وعده‌ها عملی نشد و شاهد روزافزون شدن کودکان کار هستیم. در تازه ترین واکنش ها به این چالش، عبدالقیوم افغان رئیس اداره کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید قرار است در سال آینده با برنامه‌ریزی ریشه‌ای به بخشی از این دشواری اجتماعی رسیدگی شود. 5000 نفر ما کوشش میکنیم که ریشه‌ای به مشکلات از اونها انشالله امیدواریم رسیدگی بشه در برنامه‌ای که پیش رو هست از طرف با حمایت ملل متحد. بخش عمده ما میتونیم که اطفال پوشش بدیم و اگر امکانات یا وجوهی دسترس ما قرار گیره از طریق مؤسسات و یا هم اداره مرکزی ما در این بخش هم مصمم هست. در سالهای گذشته آنگونه که مسئولان میگویند پولهای کلانی در این بخش خرج شده، ولی این پولها گره را باز نکرده است. به گفته آقای افغان آنان در این برنامه می‌خواهند به کودکان در بخش‌های گوناگون از جمله آموزش، مشاوره خانواده و دیگر مسائل یاری رسانند. در بخش تعلیم و تربیت از اونها طبعاً کارهای صورت می‌گیره، با فامیلای از اونها کار میشه، کمک مالی خواهد شد، لوازم مکتب دریافت می‌کنن و همچنین ممکنه به تعدادی از اونها در بخش‌های فن و حرفه کمک بشن. برآورد می شود در هرات بیش از 7000 کودک کار بود و باش دارند. بارها گفته شده که این کودکان آینده روشنی ندارند و حتی گمان زنی هایی وجود دارد که از آنان در راه های خلاف قانون مانند قاچاق مواد مخدر و برنامه های دهشت افکنی کار گرفته می شود. اکنون باید دید که دولت می تواند با برنامه ریزی بهتر به دشواری که روز به روز شاهد گسترش آن هستیم رسیدگی کند.